دریا؟ بله. ببینم تو هنوز حاضر نشدی دریا. چرا انقدر شلوغش میکنی نجات؟ دارم حاضر میشم دیگه. میشه لطفاً یکم عجله کنی؟ مراد خیلی وقت اومده. که چی؟ بچه مثلا اومده با ما صبونه بخوره. میدونی که از بدقولی بدش میاد، معطلش نکنیم. مگه تو از این که کسی بدقولی کنه لذت میبری نجات؟ بریم دیگه، یه وقت مراد خان معطل نشن. صبح بخیر. صبح بخیر مراد جون. گفتم صبحونه رو بیرون آماده کنن. میدونم. چیزی لازم داری عزیزم؟ نه، میخوام برم بیدارش کنم. مگه دروک اومده؟ اومده، نرسیده، رفت خوابید. میخوام ببینم چی کار میکنه. اگه صبح اومده، خب بذار بچه بخوابه. وای 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 وای، فاتحه انکارا، خوش اومدی. بیا ببینم. جلسه ها چطور بود؟ کار انکارا تمومه، حالا دیگه نوبت میلانه. جلسه میلان امروز بود مراد، نه؟ دروغ کجاست؟ هنوز بیدار نشده؟ صبح اومده نجات، بذار یکم بخوابه. که چی بشه عزیزم، بذارم بخوابه؟ ای بابا، برو اون سر به هوا رو بیدار کن، بیا سر جلسه. نجات جون، بذار بچه بخوابه. افسار گسیختگی هم یه تاوانی داره دیگه عزیزم. اگه اشکالی نداره شازده یه امروز رو کمتر بخوابه. آسلی عزیزم، درست به موقع اومدی. قرص زیر زبونی، دستگاه فشار، هر چی از حاضر کن بیا. خاله فهیمه جون، من شبیه انبار داروخونم عزیز دلم. من فقط یه پرستارم که از شیفتش برگشته. قضیه چیه؟ تو خونه قیامت به پا شده. برای چی؟ چی شده؟ خاله امینت اومده. ای وای، چه خوب، خوش اومده. آره، منظور منم همین بود. گفتم خوش اومدی امینه، قدم رو چشمون گذاشتی. اون چی گفت خاله امینه عزیزم؟ باباش گفته برو حیاتو بردار بیاد. گفته حالا که کار پیدا نکرده یه روز برگرده بیاد شهرستان. یعنی چی؟ خاله امینه اومده حیاتو با خودش ببره؟ آخه چه کاریه؟ ببینم، تو بیمارستانتون به جای چایی بهتون آرام بخش میدن دختر؟ میگم مادر و دختر دارن همدیگه رو میخورن. تو خونه قیامت به پا شده. زود باش، باید وارد عمل شیم. زود باش. بودو بودو، اگه قرار بود بشینم برای دلتون، واسه چی فرستادینم دانشگاه؟ دانشگاه دانشگاه نکن واسه منو. اجازه بدین. خوش آمد عرض میکنم خاله امینه. مگه اینکه تو به هم خوش آمد بگی، اینا که خیرشون به من نمیرسه. خاله فهیمه، تو رو خدا یه چیزی به مامانم بگو، میخواد اینه بچه ها دستمو بگیره برداره ببره خونه. این چه کاری که میکنی امینه؟ ها؟ من کاری نمیکنم، باباش کرده، باباش گفته، پدر منو در آورده، گفته امشب شب آخره، همینو بس. مامان من امروز دوتا مصاحبه کاری دارم. بابات هم دقیقا همین گفت، اگه امروز کار پیدا کرد که هیچ، اگه نکرد دستشو بگیر برش دار بیار. همین. یادت باشه قبل رفتن کارت اتوبوس تو به من بدی، یعنی بعد صبحانه میگم. خیلی ممنون واقعا. خب واقعیت دیگه، کار پیدا کردن تو استانبول که به این راحتی ها نیست. به نظرم حق با باباش خاله امینه جون. چرا این حرفو میزنی؟ اگه قسمت باشه کار پیدا میکنه. بله، منم دو ساعته دارم همینو بهشون میگم. در ضمن من یه آدم مستقلم، نمیتونی مجبورم کنی کاری که دوست ندارم و بکنم. بابات گفت از این به بعد پول مول خبری نیست. شنیدی؟ باید تشنه و گشنه بشینی اینجا واسه خودت زندگی کنی. ها، میتونی دخترم؟ چرا گشنه و تشنه عزیزم؟ پس من چی کارم؟ دیگه من خدا رو شکر همیشه میجوشم. فهیمه، هزار بار گفتم به اینا رو نده دختر. بی خودی امیدوارشون نکن. خدا بگم چی کارت نکنه. دخترم، بی خودی خودتو به آب آتیش نزن. امروز آخرین روزه. اگه کار پیدا کردی که کردی. اگه نه برمیگردیم شهرمون. همین. والا من نمیگم، همه اینا رو باباش میگه، باباش گفته. نه. حالا که همه ی خانواده دوره هم هستیم، میخوام یه چیزی بهتون بگم.
تصمیم گرفتم بازنشسته بشم. وا. البته هر از گاهی یه سری میزنم. بعد از 6 ماه هم جشنم رو میگیرم و میگم با اجازه من رفتم. حالا چرا بعد از 6 ماه؟ مگه قراره چی بشه؟ سردر نمیارم. یه نگاهی به عمل کردتون میندازم و تعیین میکنم که کی تو شرکت جانشینم بشه. لازم نیست همچین کاری بکنی. من و دروک با هم شرکت رو اداره میکنیم. منم موافقم. هر شرکت یه رئیس داره مراد. درسته که با هم برادرین، ولی باید مشخص باشه که حرف آخر رو کی میزنه. نه بابا، راست میگه داداش، شرکت باید یه رئیس داشته باشه که اونم توی. منم همینجوری به زندگیم ادامه میدم. خیلی هم عالیه. الان وقت شوخی نیست دروک جون. پدرت داره درباره یه مسئله کاملا جدی حرف میزنه. مادرت برای اولین بار یه حرف درست زد. همونطور که پدرتون شرکت رو از صفر به اینجا رسونده، فردا پس فردام شما باید همین کار رو برای بچه هاتون بکنین. راستی گفتم بچه، به نظرم قربونت برم مامان جون، فدات بشم. اگه بحث بچه و نوه باز بشه دیگه حالا بسته نمیشه. دقیقا همینطوره. من و دروک هم عجله داریم، باید بریم. نه دروک، داداشون تو زودتر برو، من ببینم این سالاد میوه چطور شده. سری میام، قول میدم. نوش جونتون. آه. چی شد؟ چرا وایسادی؟ جوش آوردیم. خب حالا تکلیف چیه؟ پیاده شم یه نگاه بندازم میگم. چی شده کرم؟ آبش تموم شده. چی شده؟ آبش تموم شده. خب آب بریز، زودتر بریم. باید موتور سرد بشه. نمیشه، دیرم میشه. بگم از شرکت یه ماشین دیگه بفرست. نه لازم نیست، وقتم هدر میره. همینجا یه تاکسی میگیرم میرم. بشینیم تو خونه هاتون دیگه. همه عوض تاکسی سوار شدن کردن. من مصاحبه کاری دارم بابا، اگه نرسم باید برم شهرستان. پس مترو و اتوبوس واسه چی آخه؟ بد نیست از اونا هم استفاده کنین ها؟ تاکسی؟ وای، این که تاکسی نیست. ببخشی. کجا میدی خانم خوشگله؟ جهنم میای؟ راتو بکش برو، وگرنه هم خودتو فر میدم هم ماشینتو گم شو. عوضی میگه خوشگلم، بی تربیت، بی فرهنگ عوضی.